سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدین به این قسمت از برنامه دوشنبه با گل. ما آموزش RTM رو شروع کردیم و در قسمت قبلی راجع به یک الگوی بازگشتی به اسم QM صحبت کردم که از طریق این الگو ما میتونیم برگشت روند، تغییر روند رو متوجه بشیم. این قسمت هم قراره در مورد یکی دیگه از این الگوهای برگشتی به اسم الگوی CAPS صحبت کنم. خیلی الگوی جذابیه و به طور متداول ما میتونیم این رو توی بازار ببینیم و اگر دیدیم میتونیم سودهای خوبی رو به دست بیاریم. فقط میخوام یه سری از سوالاتی که شما عزیزان پرسیدین ازم رو بهش پاسخ بدم. قبل از اینکه بریم روی چارت بهتون بگم چند تا نکته رو. نکته اول در مورد تایم فریم ها هستش. اگر که ما این الگوها رو در تایم فریم های ساختار مثل روزانه و 4 ساعته ببینیم، درصد بردش میتونه بالاتر باشه، انتظار تارگتش هم میتونه بیشتر باشه طبیعتاً. ولی آیا اگر ما این الگو رو در تایم فریم 15 دقیقه به عنوان مثال ببینیم فیلد میشه و اعتبار نداره؟ باید بگم که نه، اینطوری نیست. اتفاقا ما ممکنه الگوی CAPS رو که امروز میخوام راجبش توضیح بدم توی تایم فریم 15 دقیقه ببینیم. چه زمانی درصد بردش بالاتره؟ زمانی که ما رفته باشیم تایم فریم ساختار رو چک کرده باشیم، نواحیمون رو برای خودمون کشیده باشیم، از طرفی مثلا توی 4 ساعته ساختار رو متوجه شده باشیم، توی تایم فریم 1 ساعته ما نواحی رو برای خودمون بهینه کرده باشیم، دوباره 15 دقیقه نواحی بهینه تر بشه، خط روندی اگر لازمه رسم بشه، و بعد از همه اینها منتظر بشیم. برای مثال یک روند صعودی داریم، منتظریم اگر برسه به یک ناحیه عرضه مهمی که توی تایم فریم ساختار اون رو داشتیم، ببینیم آیا میتونه باعث برگشت بشه یا نه. و اگر قیمت برسه به اون محدوده، شما الگوی CAPS رو یا QM که دوره در واقع جلسه قبل بهتون گفتم رو ببینین، اینطوری میتونین متوجه بشین که احتمالاً اون ناحیه عرضه‌ای که منتظرش بودین قراره که خوب عمل بکنه. فقط اون موقع میمونه تایید الگوی کندلی که باز راجع به این موضوع هم در جلسات گذشته صحبت کردم. الگوهای پینبار تایید، اینگالف و دیگه باهاشون آشنا هستید. پس این الگوها میتونه به ما کمک کنه که متوجه بشیم که بازار الان در چه وضعیتی هستش، درصد برد ما رو بالا میبره و میتونیم سودهای خیلی خوبی رو با استفاده از این الگوها بگیریم. نکات خیلی مهم همونطور که همیشه بهش تاکید میکنم اینه که ما باید ساختار مارکت رو توی تایم فریم های بالاتر متوجه بشیم، نواحیمون رو رسم بکنیم و پلن معاملاتی داشته باشیم. این الگوها بهمون کمک میکنن که سودهای خیلی بهتری رو هم بگیریم. مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید واقعا جای خودش رو داره توی ترید و حالا من دارم راجع به تکنیکال صحبت میکنم توی این برنامه، ولی بهتون توصیه میکنم حتما روی این دوتا موضوع، یعنی مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید، هم وقت بذارین. خیلی میتونه به شما، به پیشرفت شما کمک بکنه در ترید. امیدوارم که پرسود باشین همیشه. بریم روی چارت و ببینیم که الگوی CAPS چیه. خب با هم بریم ببینیم الگوی CAPS چیه، چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم. فرض کنید یک روند صعودی داریم، قیمت داره لگ صعودی ثبت میکنه، بین راه ما درجا زدن و بیس سازی رو داریم و دوباره یک لگ دیگه، یادتون باشه بهش میگفتیم رالی بیس رالی، ثبت میشه و بعد از اون اینجا یک سقف سازی شکل میگیره. حالا ما باید به چی دقت داشته باشیم زمانی که قیمت داره ریزش میکنه؟ اتفاق مهم برای ما این هستش که این قسمت، این بیسی که بین دوتا حرکت رالی بود، اینگالف بشه. زمانی که این اتفاق بیفته به ما نشون میده که ما یک ناحیه عرضه مهم داریم که باید بهش دقت داشته باشیم. اگر برسه قیمت میتونه به ما یک موقعیت خوبی برای فروش بده و به خاطر همین نکته مهمه. بذاری من براتون کامل بکشم روی چارت. پس شد اینجا یک حرکت رالی بیس رالی داریم، زمانی که توی یک سقف سازی و ریزش این بیس اینگالف میشه، یعنی یک اتفاق مهم افتاده، یعنی ما دیگه میتونیم برگشت ها رو به ناحیه که شکل گرفته برای موقعیت های فروش وارد بشیم، در صورتی که تاییدمون رو بگیریم. تایید چیه؟ تاییدهای کندلی مثل پینبار تایید، اینگالف تایید، یعنی منظورم اینه که کندل پینباری داشته باشیم. یادتون باشه تاییدش این بود که کندل حالا برای ناحیه عرضه زیر اون کندل پینبار کلوز رو ثبت کنه، این میشه تایید پینبار. برای دوجی هم به همین صورت. و دوباره
اگر که دقت بکنیم اینجا وقتی که قیمت میرسه ما یک الگو تایید دیدیم، میتونیم موقعیت سر رو داشته باشیم. حالا تارگت میتونه کجا باشه؟ اولین تارگت و سیو سود ما میشه این کفی که برامون شکل گرفته، یعنی ما باید استاپمون رو بذاریم پشت این سقف سازی که شکل گرفته. اگر شادوی داریم توی هیستوری قیمت بهتره خب استاپ هم بره پشت شادو و به استاپ جا بدیم. باز خیلی بستگی داره به شرایط لایو مارکت، اگه یه ناحیه خیلی بزرگ باشه چطور، اگه استاپمون خیلی بزرگ باشه چطور. من باشم مثلا 50% ناحیه رو زیر نظر میگیرم برای ورود، یا اگر قبل از اون کف ناحیه تاییدی داشتم یک شادو سازی توی تایم فریم مثلا 1 دقیقه 5 دقیقه شکل گرفته بود، استاپم رو اگه ناحیه خیلی بزرگ باشه ترجیح میدم بذارم پشت شادوهایی که شکل گرفته توی همون الگوهای کندلی، و اگر استاپ تاچ شد دوباره قیمت برسه و تاییدی بده دوباره مجدد وارد میشم. این در صورتی که استاپ ما خیلی بزرگ باشه، یا میتونیم حجممون رو کم کنیم زمانی که استاپ بزرگه، ولی زمانی که یک ناحیه خوب و بهینه داریم دیگه خیلی راحت میتونیم استاپ امنمون رو بذاریم یه جای سیف و موقعیتمون رو بگیریم. تارگتش رو هم همونطور که گفتم اولین سیو سود میشه این کفی که شکل گرفت، یعنی حرکت ریزشی که باعث اینگالف این بیس شد میشه تارگت یک و سیو سود اول. دوباره میتونیم ببینیم که تا کجای روند میتونیم باهاش همراه باشیم. روی چارت یه مثال بهتون نشون میدم که چقدر میتونیم انتظار تارگت داشته باشیم از معامله‌ای که به این صورت ما میگیریم. پس این از الگوی کپس نزولی با هم دیدیم که چطوری تشکیل میشه، چطوری میتونیم توی بازار رو ببینیم استاپ کجا باشه، تارگت کجا باشه. از طرفی برای مثال برعکسش فرض کنیم که قیمت داره با حرکت دراپ بیس دراپ ریزش میکنه، یعنی یک لگ ریزشی استراحت دوباره لگ ریزشی بعدی ثبت میشه و اینجا اتفاقی که میفته یک کفسازی شکل میگیره و ناحیه شکل میگیره برای ما روی چارت که میتونه قدرت این رو داره که توی بالا رفتن این بیس رو اینگالف بکنه. این یعنی باز اون اتفاق مهم افتاد. پس این بیس برای ما مهمه، اینگالفش هم بسیار مهمه. زمان که این اتفاق بیفته ما متوجه میشیم که حالا توی برگشت های قیمتی به این بیسی که شکل گرفته ما میتونیم موقعیت های خرید رو داشته باشیم. همونطور که گفتم تارگت یک ما میتونه این سقفی باشه که شکل گرفته برای ما، توی هیستوری میتونیم راحتون رو ببینیم و استاپمون میشه پشت ناحیه. پس یه بار دیگه با هم ببینیم اینجا یک ناحیه تقاضا برای ما شکل میگیره که توی برگشت بهش میتونیم موقعیت‌های خرید رو بگیریم. حالا همونطور که قبلا هم گفتم یادتون باشه چطوری این نواحی رو میتونیم متوجه بشیم، ما یا کندل بیس میبینیم اینجا یا ورود و خروج مستقیم اگر باشه یک دوم یا یک سوم بادی کندل ها رو ما میتونیم زیر نظر بگیریم برای اینکه ناحیه‌مون رو رسم بکنیم. استاپش میشه پشت این ناحیه‌ای که شکل گرفته، پشت این کفسازی که اتفاق افتاده، کفی که تونسته این بیس رو اینگالف کنه میتونه کف مهمی باشه و برگشت بهش رو میتونیم موقعیت‌های خرید داشته باشیم. یه سوال، اگر که ما این الگوها رو دیدیم 100% روند برمیگرده؟ بعد بهتون میگم که این الگوها درصد برد بالایی رو میتونن به شما بدن برای ترید ها، ولی همین الگوها هم ممکنه فیل بشه، ممکنه قیمت بیاد و ازش بگذره. حالا یه نکته ای که میخوام بهتون بگم بدونین، اگر که قیمت به صورت موجهای با یک شیب ملایم در واقع حرکت کنه به سمت نواحی، خب میتونه اون ناحیه درصد برد بالاتری داشته باشه، ولی به عنوان مثال اگر شارپ ریزش کرد رسید به ناحیه با یه شیب خیلی تون، امکان اینکه این تحلیلی که داشتین و این الگوی کپسی که دیدین فیل بشه هستش. پس این موضوع رو باید در نظر داشته باشین، ولی معمولا این الگوها رو اگر ببینین میتونه درصد برد بالایی داشته باشه، میتونین توی ترید هاتون ازشون استفاده کنین و یک دیدگاهی بگیرین، حداقل متوجه بشین که الان شما یک الگویی دیدین و یک دلیلی دارین که اینجا برای موقعیت فروش وارد بشین و کافیه که فقط منتظر بمونین. رسید به ناحیه عرض الگوی کندلی دیدین، سلش رو بگیرین. رسید به این ناحیه تقاضا الگوی تایید کندلی دیدین، موقعیت خریدش رو داشته باشین. بریم مثالش رو با هم ببینیم. من چارت یورو دلار رو آوردم، تایم فریم 4 ساعته. اگه دقت کنین توی تایم فریم 4 ساعته ما توی هیستوری بریم، اینجا یک
ناحیه تقاضای مهم داریم برای چارت یورو دلار. چرا مهمه؟ اول از همه کاملا کندل های بیس رو در جا زدن رو میبینین، این مومنتوم رو میبینیم که کندل خیلی قوی ثبت شده، از این سقف هم گذشته، یعنی اتفاق کاملا مهم افتاده روی چارت، یه تقاضایی شکل گرفته، بعد از اون سقف‌های بالاتر شکل گرفته و قیمت یک حرکتی رو داشته، تا اینکه اینجا ما یک ریزش رو میبینیم و دیگه منتظر هستیم بعد از این ریزش برسه برای مثال به این ناحیه‌ای که خیلی خوب ازش بالا رفته، چند نواحی بوده سر راه. فقط میخوام براتون الان مثال رو توضیح بدم. وقتی که قیمت بهش میرسه، چون ناحیه مهم ما بوده، باید منتظر بمونیم ببینیم قدرتش رو داره که یک در واقع برگشتی رو حداقل برای میان مدت ایجاد بکنه و ما بتونیم یک تارگت خوب از موقعیت‌های بای بگیریم. چون اگه دقت کنید اینجا دیگه ما ریزش رو داریم میبینیم. وقتی که این ناحیه تقاضا رو حالا برای مثال توی تایم فریم 4 ساعته دیدیم، منتظریم قیمت بهش برسه و رسید، دیگه باید واکنش قیمت رو زیر نظر داشته باشیم. ولی میتونیم بریم تک به تک تایم فریم های پایین رو چک بکنیم. برای مثال تایم فریم 1 ساعته، ببینیم نشونه ای الگویی برای ما شکل گرفته که بتونیم ازش استفاده کنیم یا نه. اینجا کاملا خیلی قشنگ و تمیز می‌بینیم توی تایم فریم 1 ساعته یک لگ ریزشی داشتیم، یک کندل بیس شکل گرفته، دوباره یک لگ ریزشی بعد و رسیده به ناحیه، یعنی حرکت دراپ بیس دراپ رو ما می‌بینیم که خیلی تمیز اتفاق افتاده. حالا ما می‌تونیم منتظر بمونیم ببینیم این بیس اینگالف میشه که ما بخوایم وارد موقعیت خرید بشیم، درصد بردمون بالاتر بره یا رنج می‌زنه. ببین تا مدتی که اینجا رنج زده، بالا پایین حرکت کرده، تا زمانی که این حرکت شکل گرفته اینگالف رو ما میبینیم و بعد از اون ما میتونیم چیکار کنیم. ناحیه‌ای که کفسازی شکل گرفته، یعنی در واقع اینجا کندل های بیسی داریم که از اینجا شروع شده حرکت به سمت بالا و اینگالف اتفاق افتاده، برای ما میشه اون ناحیه مهمی که میتونیم منتظر بمونیم اگر قیمت بهش رسید وارد موقعیت خرید بشیم. اینجا میبینیم دوباره برگشت داشته قیمت، کاملا کندل دوجی، کندل تایید شکل گرفته، بعد از این کندل حتی سود خودش رو داده، حتی باز مجددن به همین کندل بیس ما که دوباره در ریاکشن به ناحیه ما شکل گرفته، ببینین رسیده، برخورد داشته و حرکتی رو به سمت بالا داشته، یک تارگت خوب سود رو بعد از اون ریزش داشته. همونطور که گفتم توی این معاملات تارگت اول ما باید اون بیسی باشه که در واقع اون کفی باشه که داریم و توی تایم فریم 1 ساعته جوری برای خودمون بریم. الان تایم فریم 1 ساعته هستم، اینجا بیسمون هست و اینجا به صورت خط میتونیم برای خودمون مشخصش بکنیم. تارگت 1 این خریدی میشه که ما میتونستیم وارد بشیم و میبینیم که اومده و تارگتش تاچ شده. دوباره نواحی که سقف بوده به عنوان مقاومت رو میتونیم به عنوان پله های سیو سود بعدی در نظر داشته باشیم برای خودمون و میبینیم که حرکت خیلی خوبی رو به سمت بالا تا این ناحیه شکست داشته. اینم از مثالی که میخواستم بهتون بگم در مورد اینکه چطوری میتونین از الگوی کپس استفاده کنین. خب ما الگوی کپس رو دیدیم، متوجه شدیم چطوری میتونیم این الگو رو تشخیص بدیم و با استفاده ازش ترید کنیم. حتی بهتون گفتم که تارگتتون و استاپتون میتونه کجا قرار بگیره. امیدوارم که همیشه پرسود باشین. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.